وارد میدونم دوران بردهداری مدرن میشیم، وارد از کنم مراحلی به اصطلاح میشیم که میتونه برای انسان هم تبعات خیلی مثبت و عالی و بی نظیر داشته باشه، هم تبعات منفی. حالا این با ماست که یعنی با انسانه که دیگه این در اینجا بیاد و از این نقطه عطف استفاده بکنه و در یه دوراهی، این دوراهی یه راهش همینه که به سمت زندگی تنازع بقایی و بردهداری مدرن سوق پیدا بکنیم و یک اینترنشنال کدی پیدا بکنیم، یه شماره که پیدا میشه اینترنشنال کد در آینده در انتظار هست. بعد بشیم یه شماره و دیگه همون یه زندگی 100% زمینی تنازع بقایی، یا اینکه نه بیاییم منظورمون از آفرینشمون پیدا بکنیم و بفهمیم برای چی روز زمین جا گرفتیم. در این صورت انگیزه برای لشکرکشی و انگیزه برای حق و ناحق و نا از بین میره اگر ما بدونیم برای چه منظوری در زمین جا گرفتیم. دیگه طبیعتاً چشم طمع به مال کسی، به تضییع حقوق دیگران، به لشکرکشی از اون بر به این بر و همینا رو از دست میدیم. الان اگه این کارا میشه به خاطر اینه که فلسفه خلقت خودمون رو نمیتونیم. خب و این مسائل مسائلیه که کمک میکنه به اون مسئله رفع تضاد و رسیدن به صلح و نمیدونم ماجراهایی مثل محور وجودی و این چیزها رو داریم وارد اون مرحله میشیم که کشف بشه، شکوفا بشه، برنامه ریزی بشه و در قبال این قضایا بلکه بشه مقداری به اون شرع وظیفه خودمون و اون رسالت خودمون نزدیک بشیم. ما امیدمون اینه که بتونیم بفهمیم که روز زمین چی کار داریم، اینه این روز زمین چی کار داریم. اگه اینو بفهمیم مسئله بفهمیم که دو آسمان چه خبره، مسئله بعدا میفهمیم، همه رو میفهمیم و انگیزه برای یه سری کارهای بیپای و اساس، یه سری کارهای پوچ و بیهوده که الان هدفه، همون کار پوچ و بیهوده الان هدفه، همین انگیزه ها هم از بین میره. خب و ما داریم گام به گام میرسیم، گام به گام میریم که تجربه بکنیم همچین شرایطی رو، همچین موقعیتی رو تجربه بکنیم و توش قرار بگیریم.